بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى مدين دوستان عزيز سروراني جرامي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته در خدمت شما قرار دارم در برنامه‌های شگیفتی‌های آفرینش دوستان ما در برنامه گذشته یک بحث را آغاز کرده بودیم که بسیار یک بحث مهمی هست ما مسلمانان به ای ایمان داریم که خالق جهان خداوند هست هر حرکت خرد و بزرگی که در این جهان صورت می گیرد همش به امر خداوند است هیچ چیز در جهان بدون اراده خداوند به میان آمده نمی تواند هیچ چیز پس هر چیزی که صورت می گیرد میگیرد اگر خیر است یا شر است همش از جانب خداوند نوشته شده است و صورت میگیرد پس خالق جهان خداوند است و مدبر جهان هم خداوند است خداوند آفرید و خداوند تدبیر میکند این جهان را خداوند قیوم سماوات و الارض هست بحثی را که در برنامه گذشته آغاز کرده بودیم دوستا بحث ای بود که خداوند یک مجموعه از انسان ها را برگزیده هست که اونها را پیغمبرا می گویند. پیغمبرا. و این مجموعه از انسان ها که پیغمبر هستند، اونها ویژگی های دارند و فضیلتی دارند نسبت به دیگر انسان ها. یکی از ویژگی های پیامبرا ایست که خداوند برایشان معجزه می دهد. معجزه به خاطر اثبات رسالت و نبوتشان خداوند برشان معجزه میدهد به خاطر اثبات نبوت و رسالتشان که این شخص که خود را نبی میگوید از یک کار خارق العاده صورت گرفت که این کار خارق العاده به نام معجزه یاد می شود به نام معجزه یاد می شود پس معجزه شد کار خارق است و معجزه شد به این است که این کار جز از پیغمبر از کسی دیگر ناممکن هست و از پیغمبری که صادر می شود او را خداوند همین توانایی داده است که چنین معجزه را بر قومش عرض بکند بر قومش عرض بکند بحث ما ای است که آیا معجزات پیغمبرا از دیدگاه عقل و منطق قابل پذیرش هست یا خیر چرا به خاطر ازی که یک نقطه قابل بحث از دوستا بزرگترین نعمت یا ویژگی انسان ها است که خدا برایشان عقل داده است عقل بزرگترین نعمت است همین عقل است که انسان توسط از او خیر و شر می همین عقل است که انسان توسط از او پیشرفت و ترقی می کند همین عقل است که توسط از او انسان به این تکنولوژی پیشرفته معاصر دسترسی پیدا کرده است ای کلش عقل است ما در جهان خیلی زنده ها داریم یکی از زنده ها چیز یعنی مثلا انسان هست دیگر زنده ها هم داریم پرنده هست حیوانات هست حشرات هست آیا غیر از انسان مثلا حیوانات می توانن که آن چیزهایی را که انسان ساخته است اونها هم بسازند ابدا نخیر نخیر مثلا حیوانات است که بزرگتر از انسان است فیل است زرافه است مثلا شیر هست بسیار قوی حیوانات قوی هستند آیا اینها میتونن که یک اتاق را درست بکنن یک خانه را درست بکنن بر از یک دیکوریشن بدهن ابدا پس غیر از انسانها ها آن چیزی که دارن و توسط از او خوب و بد مشناسن او را شعور میگوین اما انسان ها که خوب و بد مشناسن او را عقل میگوین پس در غیر انسان ها در دیگر زندجان ها چی است؟ شعور هست و در انسان ها عقل هست علم هست لذا این وقتی که خداوند در سوره بقره ببینیم در رابطه با کفار و مشرکین و منافقین فرموده است که ولیکن لا یشعرون لا یشعرون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون على إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بهما ناس كي هم كفار مشركين ومنافقين كي در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله بودن برشان میگفتن که فساد نکنین بیان ایمان بیارین اونها میگفتن که نه خیر ما فساد نمیکنیم در حالی که فساد میکردن ولكن لا یشعرون ایرهم نمیدانستن که ما فساد میکنیم خود مصلحین معرفی میکردن در حالی که مفسدین بودن مصلحین نبودن مفسدین بودن ولی فساد خود توجیه میکردن به چی به اصلاح پس واجی شعور در چیز در غیر انسان هاست وقتی که خداوند متعال از کفار حتی شعور هم چی میکند نفی میکند به ایمان است که حتی حیوانات هم از شما کرده بهتر هستند به خاطر ازی که دیگر حیوانات و زنده ها چیز یعنی خداوند را مشناسند شما خداوند را نمشناسند عقل بهترین نعمت هست ما انسان عقل داریم توسط عقل خداوند را مشناسیم توسط عقل جهان را مشناسیم توسط عقل چی میکنیم یک چیز را می آموزیم توسط عقل جهان آباد میکنیم توسط عقل خوب و بد مشناسیم پس ما بحث ما ده ایست که معجزاتی که از پیانبرا صادر شده هست یا صادر می شود از دیدگاه عرف و عدد چگونه است و از دیدگاه عقل و منطق چگونه است بعضی چیزهاست که او را در عرف و عدد ناممکن می ولی از دیدگاه عقل ممکن هست مثلا مثلا دوستان عزیز ما نمونه هایش خدمت شما می میکنیم خداوند متعال آتش را برای سوزاندن آفریده هست آتش به خاطر سوزاندن هست آتش آتش می توسط آتش چی است چوب در میگیرد کاغذ در میگیرد نفت در میگیرد پترول یا مثلا دیگر مواد سوختی توسط آتش می یا گاز است مثلا وقت که او را آتش میزنیم او در میگیرد وقتی که در گرفت ما از او استفاده میکنیم توسط آتش یا با آتش ما نان میپذیم غذا میپزیم می یا توسط آتش خود را گرم میکنیم خود چی میکنیم؟ گرم میکنیم اتاق خود را گرم میکنیم خصوصا در موسم سرما یا زمستان طبیعت آتش چیست؟ طبیعت آتش سوزنده هست یعنی به این است اگر در آتش شما یک چوب به او را می سوزاند و یا کاغذی را در آتش پرتاب بکنین او می سوزد و یا دست خود را در آتش بگیرین او می سوزد و یا گوشه در آتش بگذارین او می سوزد پس طبیعت آتش سوختاندن هست یا سوزاندن هست اما می تواند آن را از این کار نهی کند خداوند این طبیعت در آتش انداخته است ولی خداوند می تواند که آتش را از این طبیعتش دور بسازد آتش را از این طبیعتش چی بکند؟ دور بسازد یعنی باید یک چیز را نسوزانی پس طبیعت سوختاندن در آتش چیست ای از جانب خداوند است که طبیعت دی مخلوقش آفریده هست و همچنان خداوند است که او را میگوید که باید تو یک چیز را نسوزانی تو یک چیز را نسوزانی درست است که هر چیزی در هستی دارای خاصیت و قانون خاصی خود می باشند اما چون خداوند خالق است و اوست که این خواص را به اشیاء بخشیده هست قادر به تغییر آنها نیز هست وقتی که خداوند یک چیز را در مخلوقش آفریده است خداوند قادر هست که او را دوباره از بگیرد خداوند او دو آفریده است ولی خدا دور از میگیرد او چی؟ میگیرد و اگر جسمی را با خواست و در شکل مشخص آفریده است میتواند آن را دیگرگون ساخته و ساختار دیگری ببخشد مثلا تربوز تربوز یکی از میوه های بسیار خوشمزه هست تربوز چی است مثلا مدور هست یا میشه که او را مربع بسازد یعنی مدور از مربع ساخته شود حال با این نگاه اگر پدیده های اعجاز آمیزی چون اسرا و میراج در قرآن بیان شده است لزومی ندارد آن را حتما تحت سلطه قوانین مادی و معروف گنجانیده و در صدد تفسیر آن بر این مبنا باشیم اسرا و مبنای این قوانین را در هم ریخته است از سوی دیگری نباید این گونه بندشیم که خود اسباب توانایی خلق نتیجه را دارند که اگر شخص به این مسئله اعتقاد ملزم داشته باشد دچار شرک گردیده است وقتی که این طبیعت ما به چی میدهیم به همون قوانین در همون مخلوق ای چیز ای ما را از جاده اسلام بیرون میکند پس ما میگیم هر سببی مسببی دارد اسباب خداوند برای مخلوقش آفریده است پس وقتی که سبب را آفریده است این سبب خودش توانایی این چیز ندارد بلکه خداوند ای توانایی را درو گذاشته است پس خداوند است که او توانایی را از او میگیرد از او میگیرد وقتی خداوند یک چیز را در مخلوقش ساخت پس قادر هم است که او را از او دور بسازد پس این قدرت و توانایی در این مخلوق ذاتی نیست بلکه عرضی هست به ایمان است که خداوند او را در او انداخته هست این ویژگی یا این خاصیت و این قانونه پس خداوند وقتی که ایچ در او انداخته است می تواند که او را از او بگیرد او را عاری بسازد از چی؟ از همین قوانینی که خداوند رو چی کرده است در این مخلوقش آفریده هست زیر خالق نتیجه اسباب نیست بلکه پروردگار عالم این کار بر وحده دارد خالق اسباب چیست؟ یعنی خالق نتیجه اسباب نیست بلکه خالق نتیجه خداوند متعال هست خالق نتیجه خداوند متعال هست و هر لحظه ممکن است که اسباب از کار افتاده و قانون اونها لغو شود یعنی این قوانینی که در این مخلوق گذاشته شده است و میشه که لغو شود مثلا یک نمونه خدمت شما بگویم که ماشین یا موتر چی هست یا هواپیما یا تیاره که در هوا پرواز میکند این قوانین چیست است که وقتی که او را چالان میکند روشن میکند او پرواز میکند به هوا میرود مسافات خیلی هزاران کیلومتر در ساعت بسیار کوتاه طی می کند. میشه که همین هواپیما معطل شود تعطیل شود خراب شود و حتی بعض اوقات سقوط می کند در نتیجه خرابی در سیستم پرواز یکی از ماشین ها معطل می شود، خراب می شود، توقف می کند پس سقوط می کند این هواپیما یا ماشینی که توسط دستگاه ها یا همون ماشینی که در داخل موتر است او خراب شود موتر توقف میکند حرکت نمیکند پس این قوانین قابل تغییر و تبدیل هست یعنی این قوانین قابل چیز تغییر و تبدیل هست پس ما هر چیزی که میبینیم شاید از دیدگاه عرف و عادت ناممکن باشد اما از دیدگاه عقل و منطق ناممکن نیست ناممکن نیست ما در رابطه با چی صحبت میکنیم در رابطه با معجزه اسراء و معراج که یکی از بزرگترین معجزات پیامبر علیه سلام بود معجزه اسراء و معراج از بزرگترین معجزات رسول صلی الله علیه بود این معجزه بسیار یک معجزه بزرگی بود که از نگاه عرف و عادت ناممکن بود اما از نگاه عقل و منطق عقل و منطق سلیم ممکن هست از دیگاه عقل و منطقه سلیم ممکن هست این که از طریق پیغمبران یا نبی اسلام صلوات خداوند برانان باشد معجزات ظاهر می شود از جمله این موارد بود و از لحاظ عقلی ناممکن نیست بلکه عادتا و در عرف مردم محال هست پیغمبر صلی الله علیه از مکه به شام می رود به بیت المقدس می رود این مسافه در عرف و عادت چقدر است؟ مسافه یک ماه مردم تای میکردن این مسافه را. وقتی که پیاده میرفتند در وقت نه تیاره بود نه موتر بود نه دیگه چیزها بود مردم یعنی این مسافت در طول یک ماه تای میکردن مسافه بین زمین و آسمان چقدر است میلونها میلونها کیلومتر هست میلونها ها کیلومتر است و هزاران هزاران سال است ای در حال در یعنی در, در, وقت عادی بودن یا در صورت طبیعی بودن که یک انسان از سرزمین مکه به شام می رود چقدر مسافه است این قدر مسافه است و این مسافه در حدود در طول یک ماه باید انسان طی بکند تا به او جا برسد این چیزی از دیدگاه وضعیت عادی و طبیعی هست مسافه که بین زمین و آسمان هست ای هم میلیونها کیلومتر هست ای اس از دیدگاه عرف و عادت از دیدگاه وضعیت عادی که انسان او را چی می کند با او برو می شود اما از دیدگاه عقل از دیدگاه عقل ای را اگر بحث به بحث بگیریم به این است که خداوند این مسافات گذاشته است ولی برای یک انسان خداوند این مسافت خیلی کوتاه می سازد سرعتی که مثلا حتی در عصر فیلی ما شما امروز تکنولوژی یک انقلاب بسیار بزرگ است که در قرن 21 صورت گرفته است در قرن 20 و تکنولوژی که انسان ها ساختند امروز انسان در صدد عزیز که چیزهای را بسازد که سریعتر باشد سریعتر باشد هواپیماس باید بسیار سریعتر باشد اگر یک شخص از چین به امریکا سفر میکند اگر مسافه بین چین و امریکا مثلا دوازده ساعت یا 15 ساعت باشد این باید به شش ساعت برسد چی در نتیجه سرعت هواپیما یعنی چیز انسان ها میخوان که بسیار سریع امید تکنولوژی رو به سرعت تبدیل بکنند تا از وقت استفاده شود مثلا در یک ماشین شما حرکت میکنین به پنج ساعت میرسین او را به مترو تبدیل کرده است که باید شما در یک ساعت برسید این خوب است انسان از وقت هم استفاده می کند و از خستگیم چی می شود؟ خستگی از اون رفع می شود پس سرعت این سرعتی که در این وسائل یا دستگاه ها هست ای چیز این اسباب است ای اسباب است مسبب الاسباب کیست خداوند است خداوند این اسباب آفریده است خود اسباب مسببات نیست خود اسباب توانایی را ندارد بلکه مسبب الاسباب که و خداوند متعال هست که این طبیعت و این ویژگی را به این مخلوقش داده هست پس معجزه اسرا و معراج از دیدگاه عرف و عادت محال هست و از دیدگاه عقل و منطق محال نیست چرا؟ به خاطر اینکه که خداوند متعال این اسباب مسببات چه کرده است؟ آفریده است این موضوع را در برنامه آینده نتاقب مكن خدمت عرض و الله و وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم